درود رفقا، آرش آرتوروشان هستم. ترم دوم جلسه 11 همو میخوایم با هم دیگه شروع کنیم. بچه‌ها در ادامه ویدیوی بعدی که میذارم آموزشی ممکنه لباس من و قیافه من عوض بشه، خاطر اینکه این ویدیو رو من قبلا گرفته بودم آموزشیشو و ولی الان دارم پستش میکنم. یعنی یه بخشی بود از همون جلسه دهم ترم پیش ولی خیلی محتوا سنگین شده بود، برای همین ترجیح دادم این محتوا رو بیارم تو ترم جدید که این سورپرایزش هم بیاد تو ترم جدید. من سعی میکنم هر ترم واسهتون یکی دو تا سورپرایز جذاب داشته باشم. این جلسه از اون سورپرایزاست. همین اول کار برای اولین بار میخوام یه اجرای کامل بهتون یاد بدم. یعنی شما اورتوار آهنگو بزنی، ملودیو بزنی، بیای تو بخونی، کیف کنی. یه اجرای باحال خلاصه. قشنگ این جلسه رو حسابی واسهش وقت بذارین که حسابی قراره پیشرفت کنین و لذت ببرین. در مورد اپلیکیشن بچه‌ها دمتون گرم که تهیه کردین. بچه‌ای که هنوز تهیه نکردن، بچه‌ها من سری قابلیتاشو بهتون بگم که متوجه شین چقدر چیز جالبی این اپلیکیشن و چرا من اصلا قصد به تولید این اپلیکیشن کردم. بچه‌ها این اپلیکیشن آرشیوه، یعنی مثلا شما دسترسی جداگانه داری به مثلا ریتما، به آکوردا، بعد مثلا به عکس آکوردا جدا جدا قشنگ به ترتیب دو ره می فا سول لا سی گذاشتم براتون، مینور ماژور، بعدن هی آپدیت که میشه این اپلیکیشن اضافه میشه این آکوردا و شما یه آرشیو خوشگل داری مثلا از آکورد یه جا، از ترسیم ریتما، از تبل چرا، آهنگایی که قراره بهتون یاد بدم، بعد آموزش ها جدا میشه، یعنی همه جدا جدا قشنگ یه آرشیو خوشگله و این اپلیکیشن قراره آپدیت شه. یعنی شما ترم دوم که میاد باز دوباره با یک سوم اون مبلغ اپلیکیشنتون رو آپدیت میکنین. چه اتفاقی میفته؟ 10 جلسه ترم بعدی که میاد هیچی، 3 جلسه فوق العاده اش هم میاد. یعنی هر ترم این هی با یک سوم مبلغ آپدیت میشه و 3 جلسه فوق العاده 10 جلسه رایگان. و ترم اولا بچه‌ای که دانلود کردم میدونن 3 جلسه فوق العاده توش گذاشته بودم که اصلا آکورد، ریتم، ملودی، خیلی آهنگ سه تا آهنگ خوشگل. بنابراین واقعا سعی کردم بیارزه به اون مبلغی که میدین، مثل همیشه 10 برابرش فیدبک بگیرین. و سعی من این بوده. حالا دیگه باز نظر شخصی خودتونه که میخواین تهیه کنید یا نه، ولی لینکشو براتون دوباره مجدد میذارم توی این ویدیو. در مورد این سازم بگم بچه‌ها، این متاپور مت 2 پلاسه، بسیار ازش راضیم نسبت به قیمتش. میدونی واقعا نامردیه بیاین با ساز مثلا یا ماهاسی 40-30-70 مقایسهش کنین، واسه اینکه خب این نصف اون قیمته. شما با نصف اون قیمت واقعا ساز ارزنده‌ای دارین تهیه میکنین. من بقیه سازهای ایرانی که اسمشو برام دایرکت میفرستین رو ندیدم از نزدیک، سعی میکنم برم اونا رو هم یه محکی بزنم، ولی اینو خود شرکت برام لطف کردن فرستادن و من تست کردم و واقعا ازش راضی بودم. دم ساز خوبیه، نسبت به قیمتش فوق العاده است و شما با تهیه خب این جور سازا یه جوری از تولید ملی هم حمایت کردین، از هنر دست ایرانیا. دمتون گرم، بریم واسه ویدیو. یه آهنگ آخر آموزش‌های ترم اول پخش می‌شد که یه سری بچه‌ها لطف کردن بعد کردن تو کامنت‌ها پرسیدن این آهنگ چیه. بچه‌ها کسایی که نشدن این آهنگ اسمش هماغوشه، با صدای من، آهنگسازی من، گیتار من میتونید گوش بدین. حتما توی کانال تلگرامم، توی سایت های مختلف، توی همین کانال یوتیوب هم براتون میذارمش که اگه دوست داشتین گوشش بدین. توی یوتیوب اگه گوش بدین که خب خیلی لطف کردین، دمتون گرم. اگر هم نخواستین که تلگرامم دانلود کنین برای دوستاتونم بفرستین. توی یوتیوب هم هر باری که گوش بدین خب میدونین ویو میگیره به کانال من و یه جورایی برای من منفعته. خب بریم سراغ یه آهنگ خفن. من خیلی طرفدار فریدون فروغیه خدا بیامرزم، اما در کنارش این آهنگ اصلا به دلایل دیگه بجز علاقه من انتخاب شده. این آهنگ یه ملودی خاصی داره اولش و به شما یاد میده، یه جورایی اجرای خوشگل به شما یاد میده، یه ترفنده که شما بتونی موقعی که میخوای اجرا کنی یه جو خوبی اولش درست کنی با زدن ملودی. اما مدل ملودیش خودش اون جو رو داره و با این ترفنده ساده هم که من توش به کار میبرم دیگه خیلی فکر میکنم شنیدنی میشه با گیتار. خیلی هم ساده است، شما میتونید این کار رو بکنید. تبل چرش هم براتون گذاشتم با آکورداش و این جالبه اتفاقا اینجا آکورد و تبل چر جفتش به درتون میخوره چون جفتش رو باید خودتون انجام بدید. خط اول بچه ها خیلی آروم و دست با پی رو گیتار میکشه، رو لامینور نوشتم، آبی گذاشتم آکورد، میگه بعد ملودی رو شروع میکنی، میگی لا دو می ره می، سیم سه فرت دو، سیم دو فرت یک، سیم یک آزاد با فرت سه، سیم دو جابجا میشن، یعنی میره رو سه دوباره میاد روی سیم یک، فرت سه منظورم بود. یه بار دیگه به این دستام آروم میکشم با پیرو لامینور. اصلا عجله نداریم واسه زدن سول، قشنگ وقت داریم فکر کنیم سولمون رو آروم بگیریم. سیم سه رو آزاد زدم، سیم دو رو آزاد زدم، بعد رو فرت 5 و 3 سیم دو بازی کردم. دیدین؟ یعنی از سیم سه آزاد، سیم دو آزاد،
بعد فا ماژور میگیریم که تازه یاد گرفتیم، یه ذره سخته. حالا میتونید با پی هم بزنید و آیا ام هم میتونید بزنید. من با پی میزنم، این مدل هم ببینید. میگه دیگه نمیخواد فا ماژور رو ورداریم، همون نوتاس نگاه. تا سیم دو میتونیم بیاییم پایین، فکر کنید. چون نگاه کنید رو نوتا هم تبله چرام همین رو نوشته، فرت 3 سیم 4، فرت 2 سیم 3، فرت 1 سیم 2، همش رو خوب گرفتین رو فا ماژور دیگه. اینها خود فا ماژور رو داره میاد پایین. فقط اینجا دیگه باید بارتون رو وردارین که این سیم دو آزاد شه، صفر بشه. بعد میتونید دوباره بزنید سر جاش، چه با انگشت یک اینجوری بزنید سر جاش، نمیتونید ول کنید، ولی بگیرین قشنگ تر صدا میده. یا میتونید باره رو دوباره بزنید. حالا من باره رو دوباره میزنم، نگاه. یه تمرین خوبه واسه خودش، یه تمرینه. پس یه دست رو فا ماژور میکشم، بعد می ماژور، آرپژم که داشتم میآوردم پایین تا سیم دو وایسادم. یعنی اینا، چون نگاه کنید اول میزان با صفر سیم دو شروع شده دیگه، چه کاریه؟ خب دیگه من برم سیم یک رو بزنم، تا سیم دو وای میستم. بعد میام انگوش کوچولو رو میذارم اینجا که صدای می ماژورم بمونه، غالب باشه هنوز توی فضا. میذارم اینجا دوباره سیم دو هم که آزاده، دوباره میذارمش اینجا. یا میتونم اصلا ورش هم نداریم اینجوری، مثلا وقتی اینو زدیم بعدم یه لامینور تا بریم واسه خط بعد. پس تا اینجا رو یاد گرفتیم، یه بار دیگه آروم میزنم تا اینجا رو. اسخایی میکنم یه دونه سیم دو اضافه زدم و یه بار دیگه من این سول ماژور رو میزنم، بعد فا ماژور. این دفعه یه انگشتی گرفتم، ببینیدش. حالا بریم خط بعد، ببین چقدر جذاب میشه. اینا قراره بچسبه به هم ها. حالا من اجرا که براتون میذارم کامل میزنمش، به هم میچسبونمشون. اما میخوام یه نکته رو توضیح بدم. اینجا دیگه دستمو اینجوری نمیکشم رو گیتار، اینجا با آی ضربه میزنم. نگاه، دیدین چجوری شد؟ یه ذره تندتر هم شد ملودی. اینجا یه ذره باید فرز باشیم بچه ها، اینجا باید فرز شیم، باید تمرین کنید. یه بار دیگه نگاه، آهنگو خوندن، بریم سراغ اجراش، ببینیم چقدر خوشگله. اگه میخواین بچه ها اورجینال با فریدون فروغی بخونین، به آقایون پیشنهاد نمیکنم. فریدون فروغی یه باربند بسته رو فرت 4، حتی اون باربند نبسته، داره رو دو دیز مینور میزنه. اگه دارین مثلا میخواین اورجینال صدا بده، باربند ببندی رو فرت 4، عین خودش صدا میده، چون اون داره رو دو دیز مینور میزنه. اما ما لا مینور میزنیم، هم خوندنش واسه تمام آقایون ساده تره و واسه خانوما. آها، خانوما میتونن یا باربند ببندن روی فرت 4 اورجینال با فریدون فروغی بخونن، چون انقدر بالا میخونه ماشاءالله که خانم‌ها میتونن باش هم صدایی کنن. من فکر کنم هنرجوی خودم هم همین جاها ببنده واسهتون اجرا کنه، دمی که از هنرجوی خوش صدام اجرا کنه واسهتون. یا حالا مثلا شاید بدم هنرجوی دیگه من رو بارهای بالاترم امتحان کنن، چون بچه‌ها خوششون اومده بود، مثلا محسن چاوشی تو دو تا گام بچه‌ها اجرا کردن آهنگشو واسه خانم‌ها. و اینکه میگم میخواین اورجینال شه، باره من ببندی رو فرت 4، ولی ما قرار نیست که مثل خودش بزنیم، چون بالاست اذیت میکنه صدامونو. منم الان صبح دارم واسه تون ویدیو میگیرم، اصلا نمیرم سراغ همچین کامی، همون لامینور میخونم راحت و آسوده. و بچه ها کلکل با کسی نداریم، پس بنابراین بیاریم پایین. اوکی، من سال 2017 همه رو تو گامای اورجینال میزدم، اون موقع خودم رو نشون دادم، الان دیگه نمیخوام خودم رو نشون بدم. هر کی اونا رو دیده باشه میدونه من تو هر گامی توانایی خوندن دارم، اما اشتباه میکردم، جوون بودم و جیم. خب بریم سراغش. ¶¶
یاری رفتن نداره، لبای خوشیدم حرفی بسه گفتن نداره، چشمای همیشه گریان آخه شستن نداره، تن سردم دیگه جایی برا خفتن نداره، دیگه این قوزک پایاری رفتن نداره، لبای خوش دیدم حرفی واسه گفتن نداره. میخوام از دست تو از پنجر فریاد بکشم، تن بی تو بودن و از لب سردت بکشم، نطفه باز دیدنت رو توی سینم بکشم، مثل سایه پا به پا من تو رو همراه نکشم، دیگه این حوزک پایاری رفتن نداره، لبای خوشیدم حرفی واسه تنها بمیرم، برم اون گوشه تنهایی و قربت بگیرم، من یه عمریست که اسیرم زیر زنجیر غمت، دست و پام غرق به خون شد دیگه بس موندنت، دیگه این که پایاری رفتن نداره، لبای خوش دیدم حرفی واسه گفتن نداره. خب یه سری پاساج این آخر سر زدم و کلا ریتم رو عوض کردم، قراره همه اینا رو بهتون یاد بدم، اصلا عجله نکنید، بیاین با من جلو ترم دومو با قدرت بیشتر شروع کنیم. بچه ها یکی از هنرجوهای من یکی از آهنگایی که اجرا کرده بود، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مال خانم گوگوش بود و هنرجو اسمش سحر بود فکر میکنم، که یه دونه ضرب اضافه زده بود تو 6 و 8، یعنی گفته بود یه دونه اینجا زده بود. درسته بچه‌ها، شما میتونین کم و زیادش کنین. الان دیدین چجوری زدم 6 و 8 اسلوراکو، مدلای مختلف همه رو بهتون یاد میدم.